و این گزارشی هم که الان می‌بینید اسناد مهمتری هست که ارتباط بنده با بنیاد جامعه باز و با بنیاد سروس در زمان سفارت بنده. بنیاد جامعه باز وقتی که من به نیویورک رفتم با ایران ارتباط داشت، به ایران سفر میکرد، با قسمت‌های مختلف با شهرداری‌ها ارتباط داشت. اون چه که من انجام دادم این بود که این ارتباطات رو در واقع محدود و منظم کردم و هر دفعه اینها موظف بودن بیاد به من گزارش بدن که چه کار میکنن که اجازه ندهم خارج از منافع ملی کاری در این زمینه صورت بگیره. بعدها که آقای کیان تاجبخش که نماینده بنیاد جامعه باز در ایران بود در ایران دستگیر شد، این رو به عنوان اعتراف مطرح کرد که من میرفتم و به ظریف گزارش میدادم و حتی پیشنویس نامه هاش رو مینوشتم. این یک واقعیته که بنده به جای اینکه این اعترافات آقای جواد ظریف خیلی مهمه، خیلی قابل تفکر هست. تفکر بر این مسئله بسیار مهمه، نباید آسان از کنارش بگذاریم. ایشون خودش به عنوان وزیر خارجه الان و پیش از این به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل در نیویورک اعتراف میکنه که نماینده نه، نماینده استعمار جدید جهان اقتصاد در ایران که بوده آقای کیان تاجبخش، ایشون که رئیس این استعمار نوین جهانی در ایران بوده گزارش‌هاشو به ایشون میداده. یعنی چی؟ یعنی ایشون درجهش خیلی بالاتر از این حرفا بوده. حتی پیش از این که ایشون سفیر ایران در سازمان ملل پیداست که با این تشکیلات کار میکرده. آقای آنتونی رکته که نماینده جورج سوروس هست در خاورمیانه از قدیمشون استخدام کرده. بنده یحیی کیان تاجبخش هستم، متولد تهران 1340، فرزند سیروس. کیان تاجبخش از 7 سالگی به انگلستان رفت و تا فوق لیسانس را در همان کشور خواند. سال 1363 به آمریکا مهاجرت کرد و دکترای جامعه شناسی شهری گرفت. سال 1376 سال تحولات کلیدی در ایران، تاجبخش به دیدار فردی رفت در بنیاد جامعه